گفتگوی داشتیم با نفتین منگو، خبرنگار ترک، که به خاطر استقلال حرفه‌ای و صراحت کلام یکی از مشهورترین خبرنگاران ترکیه است. منگو به کشته شدن مهسا امینی در ایران واکنش نشان داد. Well, actually, I was not that surprised. Unfortunately, Mahsa Amini lost her life. متاسفانه باید بگم در مورد مرگ مهسا امینی من چندان شگفت زده نشدم، چون ما همیشه میدونستیم که گشت ارشاد نسبت به زنان ایران چه خشونت هایی رو اعمال میکنه و اونا رو به زور به داخل ونهایشون میبره و کسانی که بعداً از دست اونا رها میشن داستان های وحشتناکی از زمان بازداشتشون و رفتار این گشت ها با خودشون تعریف میکنن. بنابراین مشخص بود که روزی یک چنین حادثه وحشتناکی بالاخره اتفاق خواهد افتاد. مرگ مهسا یکی دیگه از این نمودارهای رفتار خشونت‌آمیز گشت ارشاد با زنان در تاریخ ایرانه. به همین علت من تعجب نمی‌کنم که امروز سرانجام زنان ایران دست به یک قیام عمومی علیه این شرایط زدند. یادمون نره که اونا از جنبش چهارشنبه‌های سفید و دختران خیابان انقلاب پیروی می‌کردن. زنان ایران از پوشیدن حجاب اجباری و فشارهای اجتماعی جونشون به لبشون رسیده و اکنون با مرگ مهسا طغیان کردند و حالا مردان کشور هم به حمایت از آنها برخواستند. من این خیزش عمومی رو به نوعی با جنبش سبز سالهای گذشته و انتخابات مجدد احمدی نژاد مقایسه می کنم که تقریبا شبیه هم آغاز شدند. اون روزم زنان ایران حضور چشمگیری در تظاهرات خیابونی داشتن و شعارشون رأی من کجاست بود. زنها همیشه نقش فعالی در جنبش‌های اجتماعی ایران داشتند، اما اهمیت جنبش کنونی در ایران اینه که رژیم مسئله زنان کشور رو به یک نماد عقیدتی حاکمیت و وجود خودش تبدیل کرده. این رژیم حیات خودش رو در رفتار نسبت به زنان و نوع پوشش آنها تعریف کرده. به همین جهت زنان ایران در زیر کنترل شدید رژیم قرار داشتند و هویت اجتماعی اونا هویت وجودی رژیم رو نشون میده. اما امروز دنیا در حال تغییره، ایران در حال تغییره و نسل جدید ایران فریاد میزنه ما دیگه این شرایط رو تحمل نمی کنیم. اگر یادتون باشه در دوران جنبش سبز ما نیروهای اصلاح طلب رو در صحنه داشتیم. نیروهای چپگرایی هم بودن که مخالف سیاستهای سختگیرانه رژیم بودن. اونا بخشی از رژیم بودن و هنوز امید و اعتقادی به سیستم وجود داشت. مردم میگفتن شاید ما هنوز بتونیم این سیستم رو اصلاح و لیبرال کنیم، اما رژیم این جنبش و اصلاح طلبان رو سرکوب کرد و امید به هر گونه اصلاحات از درون اونا مرد، چون دیگه برای مردم روشن شده بود که هیچ بختی برای انجام اصلاحات از درون این رژیم وجود ندارد و هرگاه شما تلاشی در این راه بکنید شکست میخورید، تا اینکه ما امروز به اینجا رسیدیم. اما آیا شرایط امروز به تغییر در ایران منجر خواهد شد؟ در حال حاضر پیش بینیش سخته، اما حوادث جاری در ایران در زمان بسیار مهمی شکل گرفته، چون همزمان دولت بایدن میخواد با رژیم ایران بر سر موضوع هسته‌ای گفتگو و به یک توافق برسه. اما پرسش اینجاست که آیا ما باید با یک چنین رژیمی وارد گفتگو بشیم؟ من متوجه هستم که در اثر جنگ روسیه با اوکراین مسئله کمبود انرژی در اروپا به وجود اومده، اما آیا واقعا گفتگو با این رژیم ارزشی داره؟ من فکر میکنم کشته شدن مهسا امینی به ما نشون میده که رژیم ایران تا چه اندازه نامشروعه. این رژیم در ایران هست، اما جایی در میان مردم کشور نداره و برخلاف خواسته ها و آرزوهای اوناست. رژیمی در ایران با هواداران محدود و تکنوکرات های وابسته به خودش وجود داره و در طرف مقابل اونا اکثریت ملیتی وجود داره که هیچ نفعی از وجود این رژیم نمیبره.